بر اثر انفجار ماین کنارجاده‌ای در شاهراه دلارام نیمروز 9 تن از غیر نظامیان کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان امنیتی میگویند یک کودک و یک زن نیز شامل کشته شده های این رویداد است. موارد ناامنی و اختطاف در مسیر شاهراه هرات قندهار باشندگان حوزه غرب را نگران ساخته است. خیلی ها به دلیل همین ناامنی ها ماه هاست که نتوانستند به مرکز کشور بروند. محسن کریمی گزارش می‌دهد. راه ناامن شده است و مردم دلهوره دارند که چگونه از مسیر شاهراه هرات قندهار به سمت کابل بروند. طاهر پس از 24 سال از ایران برگشته. او قصد دارد به دیدار خانواده‌اش در ولایت دایکندی برود. اما وضعیت بد امنیتی در شاهراه هرات قندهار طاهر را از این سفر منصرف ساخته است. او به دلیل ترس از طالبان نمی‌خواهد چهره‌اش دیده شود. می‌خواستم برم کابل، بعد برم دیدن پدر مادرم، بقیه اخوام و همچنین از کشورم دیدن کنم، مزار شریف، کابل، بقیه جاها. ولی الان این وضعیتی که من دیدم، اخباری که من شنیدم، دیگه نظرم برگشت، حتی نتونستم پدر مادرم ببینم. ولی وضعیت نگران کننده است. به احتمال 50-50% احتمال داره برگردم کشور ایران. سه‌شنبه همین هفته بود که طالبان مسلح 25 مسافر را در مسیر گرشک هلمند از موترها پیاده کرده و خود بردند. اما گفته می شود از این میان 20 تن آنها آزاد شدند، ولی هنوز 5 تن دیگر در قید طالبان هستند. برخی از مسافران از ناامنی های این شاهراه سخن می گویند، اما حاضر نیستند که چهرهشان دیده شود. از پارسال تا هنوز چقدر مسافر تاشده، چقدر مردم کشته شده. خود دولت باید بر قبال از این کارها مسئولیت پذیری کنه. اگر دولت ما مسئولیت پذیری میکنه، اگر نمیکنه دیگه این مردم رها کنه به حال خودش. مناطقی که اصلا دشت باشه، مناطقی که مثلا پسته نباشه، این جای اینا خیلی چه مناطقی که اینا هواره، اینا میتونه فرار بکنه. اکثر موتورونا هم بیچاره که بعضی وقتا که مثلا باز اینا اسم میده، اینا فکر میکنه که مثلا دوزه، اینا بیشتر بهمون چی خوب به رانندگی خوب بیشتر ادامه میده، باز اینا تیراندازی میکنه، اینم مقصر نیست. جدا از آدم ربایی در این شاهراه، کارگزاری ماین های کنار جاده ای نیز همواره از مسافرین قربانی گرفته است. در تازه ترین مورد در شاهراه دلارام نیمروز، یک اراده موتر 303 با ماین کنار جاده برخورد کرده است که در نتیجه 9 تن به شمول یک کودک و یک زن جان باختند و 7 تن دیگر از غیر نظامیان زخمی شدند. با این حال مسئولان اداره محلی هرات میگویند مسئله امنیت شاهراه هرات قندهار کابل را با وزارت داخله در میان گذاشتند. یک قطعه به نام پلیس شاهراه که این مسئولیت تامین از این شاهراه به عهده داره یک کندک است، اما به خاطر تجهیز، تقویت، بلند بردن ظرفیت، توانایی و مهارت های مسلکی از اینا نیاز است که یک سلسله برنامه هایی بشه که از که میتونه در خدمت تامین ارتباط، همچنین در خدمت بلند بردن مهارت ها مفید باشه. اخیراً ناامنی ها در مسیر شاهراه های کشور افزایش یافته است. طالبان مسلح خیلی راحت افراد مورد هدف خود را از موترها پیاده می کنند و با خود به جاهای نامعلوم انتقال می دهند. این باره نگرانی های جدی را به دنبال داشته است. اما معلوم نیست حکومت چه برنامه ای را برای امن ساختن شاهراه ها در نظر دارد. برای بحث بیشتر این موضوع گفتگوی داریم با بصیر احمد دانشیار، استاد دانشگاه. آقای دانشیار سلام بر شما. از دید شما چقدر وضعیت امنیتی شاهراه هرات قندهار کابل نگران کننده؟ با سلام حضور بیننده‌های گرامی شما. متاسفانه وضعیت امنیتی در شاهراه هرات کابل به گونه بی سابقه در واقع ناامن شده و این ناامنی سبب شده که نگرانی‌های بسیار جدی را برای شهروندان کشور، مخصوصا مسافران عزیزی که قصد سفر به کابل و مناطق دیگه افغانستان دارن، برمغان بیاره. و این خودش روز بروز این نگرانی در واقع سبب میشه که زندگی عادی مردم را به چالش مواجه بکنه و خیلی از مسافران عزیزی که توانایی رفتن از طریق هوا را ندارن، در واقع به نوعی سردرگم باشن و به مشکلات جدی مواجه بشن و این خودش در خور نگرانی هست. و امیدوار هستیم که مقامات امنیتی کشور با توجه به این که سرپرست وزارت دفاع ملی و امنیت ملی در واقع به عنوان رئیس تعیین شدن، بتونن به این چالش به گونه جدی مبارزه بکنند و وضعیت موجوده را به وضعیت مطلوب سوق بدن. فکر میکنین هدف یادم ربایی طالبان مسلح چیست؟ چرا اقدام صورت نمیگیره؟
من فکر میکنم چند تا عامل اصلی سبب عملکرد طالبان بلخص در مورد گروگانگیری ها مطرح است. نخستین عامل میتونه بحث بزرگنمایی و ماهیت وجودی طالبان بلخص رهبر جدید طالبان باشه که به نوعی خود را برای مقامات حکومتی افغانستان به نمایش بگذارن. عامل دوم همین اختلافات درونی که در واقع میان برخی از رهبران حکومت وحدت ملی هست، این هم میتونه یکی از عوامل دیگر عنوان بشه. عامل سوم اختلافات میان کابل اسلام آباد هم در ناامنی های شاراهای افغانستان میتونه دخیل باشه. و عامل چهارم در واقع میتونه همان امتیاز طلبی ها و در واقع میشه گفت که سودجویی های باشه که گروه طالبان در بحث مذاکرات در واقع روی میز خود دارن و میتونه به عنوان عامل اختلاف پراکنی و تفرق افغانی میان اقوام افغانستان هم که در واقع مطرح بشه که برخی از منابع حکومتی هم به این نکته اشاره کردن. این پنج عامل از جمله عمده ترین عواملی هست که طالبان را جسورتر و کنجکاوتر ساخته تا اینکه از ابزار گروگان گیری ها در شورای افغانستان و نفعشان مستفید بشن. مقصر کیا هستن از دید شما؟ آیا حکومت توانایی تامین امنیت شهرها رو نداره؟ من فکر میکنم متاسفانه در برخی موارد دیده میشه که ضعف‌های جدی در حکومت افغانستان وجود داره، اما در برخی موارد هم کم توجهی و بی‌توجهی و عدم برنامه‌ریزی منسجم و منظم سبب این چونین حوادث در افغانستان میشه که همون فاصله حکومت و ملت را چند برابر ساخته. باورمند هستم با توجه به تجهیزات و امکانات موجوده نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قطعا این به بنبست نخواهد بود که نیروهای افغانستان بتانن تامین امنیت بکنن شورای افغانستان را، اما این نیاز به یک برنامه استراتژیک داره که از سوی وزرای امنیتی افغانستان روی دست گرفته بشه و در راستای رسیدن به او جدی عمل بشه. من باورمند هستم که حکومت از پس امنیت افغانستان برمیآید، مشروط بر اینکه با یک عزم قاطع و با یک جدیت کامل وارد این مرحله شه. سپاس از شما بصیر احمد دانشیار، استاد دانشگاه. لحظاتی بعد ادامه خبرها.